به نام خالق گلهای زیبا که ذکرش می زداید غمز جانها، به نامش نامه را آغاز کردیم که تا شاید قبول افتد به دلها. دوستان یاران خیلی خوش آمدید. خیر مقدم و تشکر ویژه‌ای دارم از طرف بنیانگذار این محفل و مجلس از تشفرماییتون. من خواهش میکنم برای که لذت بیشتری از برنامه ها ببریم سریعا عزیزان سر جاهاشون بشینن، موبایل ها رو خاموش بفرمایید. تمنا میکنم برای که رو کار بچه هاتون اثر نامطلوب میذاره. فیلم برداری هم مشکلی نداره، منتها فیلم کامل برنامه رو به شکل ادیت شده کامل میدن خدمتون. لذت ببرید اجرای بچه ها، فیلم رو خدمتون تقدیم میکنن. عزیزانی هم که سر پای ایستادن بفهمید بشینید. سپاسگزارم. به نام خدا، به نام خدایی که سراسر خلقتش هنر است و تمام عالم و آدم در عظمت این هنر متحیر. یاران خوب سلام، سلامی به گرمی دلهای پرشورتون و تعظیم به نیات خداپسندانه شما. حضور گرم همه هنردوستان، هنرمندان، خیران گرامی و همه مهمانان عزیز رو گرامی داشته و از تشفرمایی یکایک شما عزیزان سپاس و قدردانی می شود. وظیفه دارم از طرف همه هنرمندانی که امروز اجرای برنامه خواهند داشت تشکر ویژه‌ای داشته باشیم از مسئولین محترمی که یاری کردند ما رو، بچه های شما رو در اجرای این برنامه. من یه توضیح کوچکی خدمتتون تقدیم بکنم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه توسط هنرجویانی است که مدت زمان بسیار کمی است که فعالیت هنری دارن. طبعا انتظار نداریم شاهد اجرای یک اثر هنری بسیار پر محتوا باشید. منصفانه هم نیست. نمیتونیم مقایسه بکنیم با موسیقیدانان بزرگ، با هنرمندان بزرگ. اما به یاد ماندنی است. چرا که انصاف و قضاوت شما عزیزان و ما نشان میدهد که در 10 سال آینده این بچه ها، این کوچولوهای عزیز در چه جایگاهی قرار دارند.
توضیح دیگر من راجع به این سالن هست. سالن اجرای کنسرت نیست عزیزان. مسائل و مشکلاتی پیش خواهد آمد، به بزرگی خودتون میبخشید. سالن مخصوص سخنرانی است و اجلاس ها. سالنی که شرف حضور دارید سالن محک هست، مؤسسه خیریه محک. من یک توضیح بسیار مختصری بدم. محک از سه حرف میم، ه و که تشکیل شده، مؤسسه حمایت کودکان، کودکان سرطانی. ایام نزدیک به شب عید هست. ما همه حظ و بهره میبریم از اینکه برای بچه هامون شروع میکنیم خرید عید رو انجام دادن. لباس میخریم، کفش میخریم و لذت میبریم، هرچند هم که خودمون در مضایق مالی باشیم. اما بچه های محک رو از یاد نبریم عزیزان. مؤسسه محک وابسته به هیچ ارگان دولتی و هیچ سازمان دولتی نیست و با مدیریت خوب افراد خیری مثل تک تک شماها اداره می شود. مؤسسه محک در سال 1370 با کمک جمع بسیار کمی از خیرین در چیزر افتتاح شد. ساختمان اینجا در سال 83 آغاز به کار کرد. در سال 86 رسماً شروع به پذیرش بیماران سرطانی، اطفال سرطانی نمود. الان که در خدمت شما هستیم بیش از 7000 عضو کودک سرطانی رو پوشش دارن، تحت پوشش دارن. از سال 1370 آخرین آماری که به من لطف کردن دادن 15000 کودک سرطانی رو از سراسر ایران پذیرا شدن و سرپرستی کردن. در انتهای برنامه میتونین به شکلی که براتون امکان هست، اشکال مختلف داره، شماره حساب میتونید بگیرید، قلک هایی رو میتونید بگیرید، بنزل به عزیزان هنرجو هنرمندمون بدید پر بکنن. بعد اینجا جشن شکستن قلک ها رو دارن. کمک های نقدی خودتون رو هم میتونید بدید با دریافت رسید. انشالله که خداوند از همه شما این کمک ها رو به درستی و شایستگی قبول بکنه. به افتخار خودتون یک دست زیبا بزنید، تشویق کنید، ساکت نشینید. میشنویم هنرنمایی عزیزان خردسالمون وندا ولدخانی. دست قشنگ باید بزنین، اینجور نمیشه. نیلی اقربانی، خانم سارینا فراهانی، خانم روز رضوی، آراد یوسف زاده، نورا مهرائین و سالار اصغری همراهی میکنند. اساتید خوب موسیقی کشورمون جناب آقای نیما فریدونی و ایمان ملکی. مجددا خواهش میکنم برای که موبایل هاتون نویز میندازه روی این سیستم های صوتی، صدا دارم موبایل هاتون رو خاموش بفرمایید. خیلی متشکرم. موسیقی
به افتخار ایران، به افتخار ایران خوبمون، به افتخار بچه های خوبمون تشویق بفرمایید. سرود ایران رو بسیار زیبا نواختن این کوچولوهای زیبا. ترانه شادی رو میشنوید اثری از بتهوون. باز به افتخارشون تشویق بفرمایید. بسیار زیبا، بسیار عالی. عرض کردم این بچه ها رو مقایسه بفرمایید 10 سال آینده شون، 15 سال آینده شون. اگر به من اجازه بدن آقای ایمان ملکی بایستی عرض بکنم استاد ایمان ملکی در 17-18 سال 20 سال پیش همین قدی بود. به افتخارشون اجرای زیبای قطعه عید نوروز رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. به افتخارشون.
خدایا تو را شکر میگویم، خدایا تو را شکر میگویم برای تمام نعماتی که به ما ارزانی داشتی. داشتن این بچه ها بسیار شکر داره، برای تمام روزهای آفتابی، برای تمام روزهای غمگین و بارونی. خدایا تو را شکر میگویم برای سلامتی، برای شادی، برای غم، برای چیزهایی که مدتی به من امانت دادی و برای زمانی که پس گرفتی. خدایا تو را شکر میگویم برای تمام لبخندها، برای دستان یاری رسان، برای همه عشق و محبت و برای شکرگزاری برای فرزندان خوب و سالممون. تشویق بفرمایید. قدردانی میکنند مدیران آموزشگاه نیما فریدونی و آوای همنواز از هنرجویان کوچولو و هنرمندان خردسالمون. به افتخار سرکار خانم روز رضوی. متاسفانه پردک جلوی مندر گرفته، من نمیبینم. خانم نورا مهرائین. خانم سرکار، خانم جدی تشویق بفرمایید. سرکار خانم روز رضوی، اسمشون رو اشتباه نوشتن جناب آقای فریدون. خانم روژان رضوی. به افتخار این دو خواهر کوچک و قشنگمون. آقای آراد یوسف زاده. خانم نیلی اقراوی. افراوی ببخشید بنده رو. ماشاءالله. خانم معماریان. خانم وندا ولدخانی. ماشاءالله. به افتخار استاداشون هم دست بزنید که زحمت کشیدن. بسیار زیبا. خانم پونه حیدری و خانم آزاده آزاد. عزیزان، موقعی که تشریف میبرید کاتالوگ ها و بروشور هایی دم در آماده کردن برای آشنایی بیشتر، میتونید بگیرید، مطالعه بفرمایید و حتما فراموش نکنیم که شب عید این بچه ها هم منتظر ما هستند. برنامه بعدی که خدمتتون تقدیم حضور میشود، سرکار خانوم مهدیس راسخ قایم مقامی گروهی دارند، پیانیس هستند، بچه ها تشمیرن روی سن، خوابهای طلایی رو اجرا میکنند، گل گلدون رو اجرا میکنند، بهار دلنشین. جای خانوم مارال سمیم امسال خالیه در آوازخونها. خدمتتون هستیم. دعوت میکنیم گروه بعدی رو. خانم روژان رضوی، روز رضوی، یکتا نوراللهی، گلسا جدی و رسپینا معماریان رو که من ندیدم از پشت این پرده. خانم گلنوش ملایری از شاگردان خوب استاد پایور، فارغ التحصیل موسیقی دانشگاه تهران هستند. گروه سنتورشون رو به روی سن میارن و برنامه‌های زیبایی رو
تقدیم حضورتون خواهد کرد. یک بار دیگه به افتخار خودتون تشویق مناسبی بفرمایید، کف مرتبی بزنید تا گروه بعدی بیان برنامه‌شون رو اجرا بکنه. افتخار روژان رضوی، خوابهای طلایی اثر استاد جواد معروفی. خانم روز رضوی، گل گلدون من رو اجرا میکنند اثر فریدون شهبازیان. به افتخار روز رضوی.
خانم راسخ، من واقعا بهتون تبریک میگم. من ندیدم استادی بتونه در این مدت کوتاه شاگرداش رو به این درجه برسونه. سرکار خانم مهدیس راسخ قائم مقامی، تشویق بفرمایید. هنرجوی بعدی خانم یکتا نوراللهی، بهار دلنشین رو اجرا خواهند کرد از استاد روح الله خالقی، تشویق بفرمایید. خیلی ممنون، بسیار زیبا، سکا خانم قائم مقامی. هنرمند کوچولوی بعدیمون خانم گلسا جدی. Thank you.
تشویق بفرمایید هم استاد رو هم شاگرد رو. خانم راسخ واقعا دستتون درد نکنه. آخرین هنرجوی سرکار خانم راسخ، خانم اماریان هستن دیگه، یه دونه دیگه دارن، بازم تشویقشون کنید. خیلی متشکر. آخرین هنرجوی سکا خانم راسخ، هنرمند خردسال، دختر قشنگ من، رسپینا معماریان.